ولادیمیر ولونکوف، معاون دبیر سازمان ملل متحد و مسئول دفتر مبارزه علیه تروریسم اعلام کرد حمله اخیر گروه تروریستی داعش به زندان حسکه در شمال شرق سوریه نشانه خطرناکی برای بازگشت داعش است که هنوز منابع مالی مهم و چند ده میلیون دلاری در اختیار دارد. وی افزود گروه تروریستی داعش و القاعده همچنان خطری علیه امنیت بین الملل محسوب می شوند و مبارزه نظامی با این تندروها کافی نیست و باید تدابیر پیشگیرانه برای دفع خطر آنها اتخاذ شود. او در ادامه نسبت به تداوم اقدام داعش در جذب عناصر تروریستی جدید برای انجام حملات هشدار داد. ولونکوف افزود داعش برای چندی کشور آفریقایی خطری واقعی به شمار می رود و جذب عناصر جدید از طریق اینترنت بزرگترین دغدغه و نگرانی ماست. داعش به مدد تلاش مقامات این منطقه قدرت خود را در شمال آفریقا از دست داده است. این هشدارها در حالی است که ولونکوف در گزارش خود درباره داعش اعلام کرده ذخایر ارزی این گروه تروریستی بین 25 تا 50 میلیون دلار است که اکثرا در عراق قرار دارد. در همین راستا وایسون تچین، سرپرست مدیریت اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم گفت خشکاندن منابع مالی گروه تروریستی داعش اولویت جامعه جهانی باید باشد. گزارش‌های بین‌المللی در میانه نگرانی‌ها از جان گرفتن دوباره داعش و انجام حملاتی نظیر حمله به زندان قویران در حسکه سوریه نسبت به هسته‌های باقی‌مانده این گروه تروریستی در سوریه و عراق هشدار می‌دهند.